سال 1905. انیشتین جوان در راه خانه بود. در اتوبوس به شکست خود بیندیشید. او باز هم از موقعیت‌های شغلی دانشگاهی رد شده بود و باید در شرکت ثبت اختراعات کار خود را به عنوان یک کارمند درجه 3 ادامه می‌داد. هرچند کارمندی به او وقتی فراوانی می‌داد تا به چگونگی جهان بیندیشد، اما این شغل مورد علاقه او نبود. به برج ساعت بزرگ شهر برن در سوئیس خیره شد. او تصور کرد چه میشد اگر این اتوبوس با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کند. در تخیلاتش به برج ساعت نگاه میکند و آنچه میبیند شگفت انگیز است. همزمان که او به سرعت نور نزدیک میشود، عقربه های ساعت منجمد به نظر میرسند. بعدن او در یک مقاله پرده از تئوری خاص نسبیت برداشت. هرچه در فضا سریع‌تر به پیش می‌رویم، در زمان آرام‌تر حرکت می‌کنیم. در همین سال 3 مقاله دیگر منتشر می‌کند. در یکی از آنها از پدیده فوتوالکتریک می‌گوید. در دیگری از وجود اتم‌ها می‌گوید که امروز جزء بدیهیات است. و همچنین در یکی از آنها معادله مشهور خود هم ارزی جرم و انرژی را مطرح می کند. E=mc2. اما واکنش جامعه فیزیک به مقاله های او چه بود؟ چندین ماه سکوت. مقاله های انیشتین به دست ماکس پلانک می افتد. تنها کسی که می تواند او را درک کند. ماکس پلانک یکی از بزرگترین فیزیکدان‌ها در اروپاست. پلانک بلافاصله تشخیص می‌دهد این پژوهش‌ها مهم هستند. اما انیشتین هنوز حتی یک دانشمند هم نبود. او مجدداً تئوری نسبیت خود را امتحان می‌کند و می‌فهمد که این تئوری فقط برای یک سرعت ثابت پاسخ می‌دهد. اما انیشتین می‌خواست به همه سوال‌ها پاسخ دهد. پس شروع به کار روی نسبیت عام می‌کند. البته این نظریه پس از تلاش شکست فراوان در سال 1915 منتشر می شود. در سال 1911 وقتی مقاله اتم ها مورد توجه جامعه فیزیک قرار گرفت، به او پیشنهاد دانشمند تمام وقت در دانشگاه زوریخ داده شد. آلبرت انیشتین سرانجام برن را ترک می کند. مدتی بعد از ماکس پلانک خواسته می شود که بهترین دانشمند خود را برای انستیتو آلمان معرفی کند. او کشف جدید خود را پیشنهاد می دهد. آلبرت انیشتین. اما آلبرت به آنها پاسخ نمی دهد. او فرصت فکر کردن می خواهد و می گوید اگر با گلهای قرمز برای بدرقه شما به ایستگاه آمدم، جواب من برای دریافت این شغل مثبت است. و اگر با گلهای سفید، منفی. با شما خواهم آمد. از این پس یکی از شما خواهم بود. انیشتین و جنگ. همزمان با تلاش انیشتین برای اثبات نظریه نسبیت عام، در 28 ژوئیه 1914 جنگ جهانی اول آغاز می شود. جنگ ارتباطات بین دانشمندان را از بین می برد و تبادل آزادانه اطلاعات یک شبه محو می شود. بهترین دوستان انیشتین، پلانک و فریتز هابر به جنگ علاقه مند بودند. هابر که یک شیمیدان بود، می خواست از هسته سمی گازها استفاده کند تا یک سلاح کارا بسازد و جنگ یک شبه به نفع آلمان به پایان برسد. در واقع هابر یکی از اولین انسانهایی بود که از نیروی علم برای جنگ استفاده میکرد. انستیتو تبدیل به آزمایشگاهی برای ساخت سلاح جنگی شده بود و انیشتین از این منزجر بود. او به این فکر میکرد که همکارانش دنبال راهی میگردند که سریعتر و مؤثرتر مردم را از بین ببرند. اولین سلاح هابر در میدان جنگ بلژیک به کار گرفته میشود. انیشتین دید که هزاران سرباز بر روی خشکی خفه شدند. او به دوست نزدیک خود هابر نگاه می کند و می گوید تو واقعا یک بیمار روانی هستی. آلبرت در یک نامه به دوست سوئیسیش می نویسد همه پیشرفت های ما مثل یک تبر در دست یک مرد دیوانه است. در این بین یک سند حمایت از جنگ توسط 93 دانشمند امضا می شود. این سند می گوید آلمان باید می جنگید. این جنگ مشروع است
و از نظر اخلاقی باید به او مبادرت کنیم. اما آلبرت سعی می کند بیانیه‌ای منتشر کند تا بگوید چیزی فراتر از غرور ملی، خشم ملی یا رقابت ملی وجود دارد. اما فقط 4 دانشمند این بیانیه را امضا می کنند. پس بیانیه منتشر نمی شود. چند سال پس از جنگ جهانی اول، در سال 1933، آلبرت که در یک سفر علمی به آمریکا بود، متوجه می شود حزب نازی در آلمان به رهبری هیتلر به قدرت رسیده است. اوضاع برای یهودی ها سخت شده است. خانه و اموال آلبرت مصادره شده است و برای سر او جایزه تعیین شده است. او در این مدت موقتاً در بلژیک و انگلستان اقامت کرد و نهایتاً در سال 1935 درخواست تابعیت آمریکا را کرد و وارد دانشگاه پرینستون شد. کمی قبل از شروع جنگ جهانی دوم، آلمان در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای بود. لئو زیلارد، فیزیکدان مجاری آمریکایی، با مشورت چند فیزیکدان دیگر، نامه‌ای در جهت دستیابی به بمب اتم نوشتند و از انیشتین خواستند آن را امضا کند تا مورد توجه روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا قرار گیرد. نامه در روز 11 اکتبر 1939 به دست فرانکلین روزولت رسید. نامه ای که سرنوشت جهان را برای همیشه تغییر داد و آمریکا را به سلاح هسته‌ای رساند. انیشتین بعدها از این نامه به عنوان اشتباه خود یاد می کند. از طرفی عقیده دارد خطر رسیدن نازی‌ها به بمب هسته‌ای با این نامه از بین رفته است.